به دنبال سرماخوردگی من که یک هفته به طول انجامید و لامصب آخر هم خوب نشد، سخنگوی نیروی همیشه انتظامی جمهوری سرافراز اسلامی از شناسایی و کشف و انهدام عامل انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در سال 1360 خبر داد که بعد از 35 سال معلوم گردید ملت همیشه جانگداز که تا حالا خیال میکردند این یارو کلاهی عامل انفجار بوده، ظرف 35 سال گذشته بیشتر از 37 سال گذشته سرکار بودند. در پی این کشف محیرالعقول که در آلبانی و با همکاری خوب آلبانی و همکاری بهتر اینترپل در آلبانی و کلن آلبانی الان چه خوبه رخ داد، معلوم شد که عامل انفجار دور از جون شما یک زن بوده که همین امر بر مصیبت فاجعه افزود. یک زنیست. تنها دو روز پس از اینکه ما فهمیدیم آلبانی چه خوبه، آلبانی از تحویل روم به دیوار آن خانم خودداری کرد که خودداری مورد اشاره هنوز ادامه دارد. در این ارتباط ما دوباره دستمان را دراز کردیم و از اولین کسی که دستمان رسید خواستیم تا به طور خودجوش جلوی دوربین جزئیات بیشتری از خودش تکان بدهد. سرما خوردی؟ آلبانی سرد بود؟ آره. انفجار هفتم تیر 60؟ آره. بهشتی و 72 تن فداکار؟ آره. بمبو گذاشتین انداختین گردن یارو؟ آره. 35 سال؟ آره. آره؟ آره. پس بجنبون اون زبونو. خب بعد انقدر گشتن آخرش بعد پیدا کردن اینا خیلی واردن، عامل انفجار 35 سال پیش رو پیدا میکنن ولی عامل اسید پاشی پیارسال رو نمیتونن پیدا کنن. چرا؟ تو ایران یه سری آدم هستن راحت پیدا میشن، بعد یه سری آدم هم هستن اصلا پیدا نمیشن. الان این رئیس قبلی بانک ملی تو کانادا آدرس خونه‌ش رو الان این ماسبندی سر کوچه ما هم داره ولی اصلا پیدا نمیشه. منتها شما الان دیگه 2000 تومن یه جا کف برو فوری پیدا میشی. اینا جزئیات. یا الان شما 2 گرم تریاک بذار جیبت برو باغ فردوس فوری پیدا میشی، ولی 2 تا کانتینر تریاک بیار ایران اصلا پیدا نمیشی. اصلا اینا چی؟ خانومه جوراب نپوشه بشینه صندلی عقب ماشین فوری پیدا میشه، ولی اگه جوراب بپوشه بره سفارت بگیره هیچ وقت پیدا نمیشه. حالا اصلا از کجا فهمیدین عامل انفجار زن بوده؟ از 2 جا. یکی این که از وسط‌های اردیبهشت به بعد هوا گرم میشه تا آخر تابستون همه چی میفته گردن زنها. بعد یکی دیگه هم بچه‌ها گفتن دیگه این همه ما چون خواستن عدالت تساوی حقوق زن و مرد برقرار بشه گفتن این همه ما خودمون رفتیم منفجر کردیم اینا بذار یه انفجار هم بندازیم گردن زنها. کلن چند تا زن ایرانی تحت تعقیب اینترپل هستن؟ روم به دیوار 3 تا. این خانم فهیمه اروانی هم جزوشون بوده؟ نه. پس چطوری اینترپل دستگیرش کرده؟ من تحت تعقیب شما بودم؟ نه. پس چطوری منو دستگیر کردین؟ اینترپل هم همونجوری اونو دستگیر کرد. حالا چی شد بعد از 35 سال یاد عامل انفجار هفت تیر افتادن؟ هرچی بعد از هر چند عدالت بعد اجرا بشه. الان عدالت داره اجرا میشه؟ نه. چرا؟ آلبانی یارو رو تحویل نمیده نامرد. خب پس چی کار کنیم که عدالت اجرا بشه؟ بریم سفارت آلبانی رو نه آلبانی سفارت نداره تو ایران، ولی ایران تو آلبانی سفارت داره. بریم خودجوش نه بریم کیم کارداشیان
بریم نماز جمعه با کفش بزنیم به عکس کیم کارداشیان دهنش رو سرویس کنیم. دواهاتو بخور زودتر خوب بشی. خیلی ممنون. شما هم دواهاتو بخور، ان شاء الله تا 35 سال دیگه خوب شی. نشدی هم دیگه بعد همه چی بندا گردن این.